غبار زدایی از آینه ها، ترور احمد آرامش یا هفت‌تیرکشی رئیس اسبق سازمان برنامه. ای مطرب خوشقاقا، تو قیقی و من قوقو، تو دقدق و من حق حق، تو هی هی و من هو هو. ای شاخ درخت گل، ای ناطق امر قل، تو کبک صفت بوبو، من فاخت وش کوکو. زنده یاد احمد آرامش اشتری، سردبیر روزنامه بهرام، مدیر روزنامه دیپلمات و عضو حزب دموکرات ایران بود که قوام السلطنه احمد قوام 9 تیر ماه 1324 طی نطقی در رادیو تهران از تأسیس اون خبر داد. قوام السلطنه سیاستمدار ایرانی پایان دوران قاجار و روزگار پهلوی بود. پیشه سیاستگری و دولت مردی احمد آرامش با عضویت در دولت قوام در سال 1324 آغاز شد و بعدها در 1339 در نخستین کابینه جعفر شریف امامی وزیر مشاور و مدیر عامل سازمان برنامه شد. وی در مجلس شورای ملی فساد سیاسی و اداری در مملکت را به چالش گرفت و در پیامد آن مغضوب و زندانی شد و بعدها سال 1352 دستگاه امنیتی به دروغ گزارش داد که در خیابان به سوی مأمورین تیراندازی کرده و در اثر تیراندازی متقابل کشته شده است. احمد آرامش به حضور آمریکا در ایران انتقاد داشت. در جریان انتخابات دوره 14 مجلس، قوام السلطنه دست به تأسیس حزب دموکرات ایران زد و احمد آرامش مسئولیت کمیسیون تبلیغات حزب را بر عهده گرفت. او بعدها مدتی دبیر کلی حزب مزبور را هم بر عهده داشت. قوام السلطنه با تأسیس حزب مزبور قصد مقابله با حزب دموکرات آذربایجان را داشت. همچنین می‌خواست ائتلاف حزب توده و حزب ایران را کمرنگ جلوه دهد. حسن ارسنجانی، ملک الشعرای بهار و احمد آرامش از جمله اعضای حزب دموکرات ایران بودند.
احمد آرامش به حضور آمریکا در ایران انتقاد داشت و گفته می شود از جمله دلایل قتلش همین بود. قتل او شنبه 28 مهر سال 1352، 20 اکتبر 1973 در پارک فرح، پارک لاله تهران اتفاق افتاد. وی پیشتر به زندان هم افتاده بود و کتاب پیکار من با اهریمن، یادداشت‌های زندان 1349 را در همین رابطه نوشته که در آن خدمت به خلق، مبارزه با ستم و برانداختن ریشه های خودکامگی برجسته شده است. احمد آرامش گروه ترقی خواهان را بنا نهاد. احمد آرامش در خاندان اشتری ها که از مستوفیان قدیم یزد بودند دیده به جهان گشود. 1287 خورشیدی. در 19 سالگی به استخدام اداره فرهنگ اون شهر درآمد و به شغل معلمی مشغول شد. چند سال بعد به مرکز رفت و در کالج آمریکایی تهران درس خواند و همزمان در سازمان راهن کار گرفت. مدت کوتاهی نیز در شرکت نفت انگلیس و ایران در آبادان مشغول بود. او بعدها اقتصاد سیاسی خواند و پس از چندی به ریاست حسابداری بنادر شمال و طرق و شوارع شهسوار رسید. سال 1320 به وزارت پیشه و هنر انتقال یافت و ریاست حسابداری این وزارتخانه را به عهده داشت. وی با روی کار آمدن دولت قوام السلطنه به معاونت وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ارتقا یافت و در شورای عالی اقتصاد و شورای عالی کار عضویت داشت. سال 1333 به عضویت هیئت نظارت سازمان برنامه درآمد و از همان زمان با حضور کارشناسان خارجی مخالف بود. احمد آرامش در انجمن روزنامه‌نگاران تهران هم فعالیت داشت و سال 1334 گروه ترقی‌خواهان را بنا نهاد و به مناسبت‌های مختلف حضور بیگانگان در کشور را زیر سوال می برد که در مقالاتی که با عنوان در چهارراه خاورمیانه در مجله تهران مصور می نوشت منعکس است. وی در نشریاتی چون آسیای جوان، دنیای جدید و واهمه نیز مقالاتی علیه حضور بیگانگان در کشور می نوشت. دکتر اقبال نوشته های احمد آرامش را در مجلس پاره کرد. فروردین 1336 حسین علا نخست وزیر وقت برکنار شد و دکتر منوچهر اقبال جای او را گرفت. پس از این واقعه احمد آرامش در نخستین بیانیه گروه ترقی خواهان با اشاره به این که سیاست‌های شکست خورده خارجی از تلاش و تکاپو دست بر نمی‌دارند و هر زمان به نیرنگ تازه‌ای توسل می‌جویند نوشت ملت ایران دوره حکومت شوم علا را با شرمساری و نفرت به خاطر خواهد داشت، اما سوال این است آیا دولت کنونی هم با تغییر قیافه در پی ادامه همون روش شوم سابق است؟ وی در نوشته های خودش در تهران مصور برای نخستین بار به نفع فلسطینی ها هم مقاله نوشت. همچنین به اونچه عملکرد خائنانه شرکت های نفتی آمریکا و انگلیس
و چپاول‌های نفتی در ایران، عربستان و دیگر مناطق خاورمیانه مینامید، اعتراض کرد که واکنش دکتر منوچهر اقبال را به دنبال داشت. وی چند نسخه از مجله تهران مصور، به طور خاص مقالات احمد آرامش را، پشت تریبون مجلس شورای ملی پاره کرد. دکتر اقبال علاوه بر تشکیل ساواک به جای حکومت نظامی که به اون افتخار میکرد و اخذ چندین وام از دولت آمریکا، اختیارات سازمان برنامه و بودجه را به رئیس دولت انتقال داد. احمد آرامش که در سازمان برنامه و بودجه به اسنادی از سوء استفاده های بزرگ مالی و چپاول شرکت های خارجی با حمایت همدستان داخلیشون دست یافته بود، اونها را افشا نمود و از لغو قراردادهای سازمان برنامه با شرکت آمریکایی که مجری طرح عمران خوزستان بود سخن گفت که جنجال بزرگی در ایران و آمریکا به پا کرد. وی هشدار داد انعقاد بسیاری از قراردادهای سازمان برنامه با شرکت‌های خارجی در فاصله سال‌های 1334 تا 1338 راه سوء استفاده‌های کلان را گشوده و تأسیسات خارجی آمریکا در ایران متوجه حمایت از منافع تراست‌های نفت و سیاست‌های مؤسسات مالی و اعتباری است و ملت ایران باید در مقابل صحنه‌سازی‌ها هوشیار باشند. گزارش آرامش جو سنگینی را علیه دولت آمریکا در افکار عمومی به وجود آورد. همسر احمد آرامش خواهر جعفر شریف امامی بود. مقدمات انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی در تابستان 1339 آغاز شد و روند سقوط دولت منوچهر اقبال نیز کلید خورد. در دوران نخست وزیری او، حزب ملیون به رهبری خودش و حزب مردم به رهبری امیر اسدالله علم تشکیل شد. در جریان انتخابات حزب مستقلی هم به رهبری جعفر بهبهانی، دکتر علی امینی و بقایای جبهه ملی وارد میدان شده بود. دکتر اقبال با مداخله علنی در جریان انتخابات 104 کرسی از مجموع 200 کرسی مجلس را به دست آورد. مشاجره سخت او با دکتر علی امینی از حزب مقابل و اعتراض و خشم مردم از تقلب آشکار در انتخابات، شاه را مجبور به مداخله نمود و او انتخابات را متوقف کرد و از اقبال و همه وکلای منتخب خواست تا استعفا بدهند تا انتخابات جدیدی در کشور انجام گیرد. پس از استعفای منوچهر اقبال، سقوط کابینه اعلام شد و شاه جعفر شریف امامی را مأمور تشکیل کابینه کرد. احمد آرامش در این دوره مدت کوتاهی سرپرستی سازمان برنامه را به عهده گرفت. همسر احمد آرامش مهدیه شریف امامی خواهر جعفر شریف امامی بود. 12 اردیبهشت 1340 با اجتماع معلمان در مقابل مجلس و سپس تظاهرات و درگیری میان آنان و نیروهای امنیتی که به کشته شدن یک معلم ابوالحسن خان علی انجامید، دولت شریف امامی به دستانداز افتاد و با استیضاح و استعفای وی، احمد آرامش نیز برکنار شد. بعد از شریف امامی، دکتر علی امینی به نخست وزیری رسید. احمد آرامش دستگیر و زندانی شد. پنجشنبه 8 تیر ماه 1340 احمد آرامش دستگیر شد، اما به علت فقدان مدارک کافی زیاد در زندان نماند. وی بعد از آزادی دوباره آمریکا و دولت امینی را مورد انتقاد قرار داد و سال 1344 با گروهی از یارانش
کمیته جمهوری خواهان ایران را پایه‌گذاری کرد و در اولین اعلامیه آن نوشت کودتای 28 مرداد سال 32 به وسیله آمریکایی ها و با پول و عوامل آمریکایی مقیم ایران انجام گرفت و کشور از استقلال به استثمار و از آزادی به اسارت گرایید. سیر تدریجی این گرایش اونچنان بود که در کشور ما نه از استقلال و حق حاکمیت ملی اثری بر جای مانده و نه از آزادی و عدالت نشانه ای. شاه هم اونچنان اسیر شده که او را در مقابل مطامع بیگانگان یارای هیچ گونه مقاومت نیست. تصویب قانون شرم‌آور کاپیتولاسیون نمونه ای از این تصمیم و رضاست. آرامش سپس با طرح این پرسش که با چنین وضعی چه باید کرد؟ به معرفی کمیته جمهوری خواهان پرداخت و اعلام نمود گروهی وطن پرست و استقلال طلب کمیته جمهوری خواهان ایران را بنیان گذاشته و برای محو رژیمی که ملت و مملکت ایران را به اسارت بیگانگان درآورده و بزرگترین و پرارزشترین پایگاه برای استثمار آمریکا در ایران شده دامن به کمر زدند. وی تصریح کرد حقوق و امتیازات شخص شاه و مقام سلطنت در صورتی رعایت شده و قابل احترام است که شخص شاه نیز حقوق ملت و اجتماع را محترم شمرد و قانون اساسی ایران را زیر پا نگذارد. دیری نپایید که ساواک با نفوذ به درون کمیته جمهوری خواهان تعدادی را بازداشت و کمیته را متلاشی کرد. در جریان این دستگیری ها که گسترده ترین آنها در زمستان 1344 صورت گرفت، احمد آرامش نیز دستگیر شد و پس از محاکمه در دادرسی ارتش به اتهام برهم زدن امنیت داخلی کشور و قیام علیه حکومت سلطنتی و مشروطیت به زندان محکوم شد و اینجا و اونجا گفتن وی مسلک جمهوری خواهی داشته و با سپه بود قرنی مرتبط بوده است. او حدود 7 سال زندان کشید. 3 سال آخر دوران حبس هم در سلول انفرادی بود و سرانجام بهار 1351 از زندان آزاد شد. پس از آزادی به منزل دخترش مهدخت و دامادش سید صادق میرعمانی رفت و مدتی را در آنجا زندگی کرد. اما در پی اخطار ساواک به دامادش مبنی بر اخراج او از خانه ترجیح داد راهی هتل سینا کومودور شود و ماهای آخر عمر را به تنهایی بگذراند. به فرموده برای تأخیر شخصیت وی پخش کرده بودند احمد آرامش شدیداً معتاد به قمار است و در بازی‌های کلان مبالغ هنگفتی باخته و به بانک‌ها مغروض شده و چون قادر به پرداخت بدهی‌ها نبوده دست به خودکشی زده که او را نجات دادند، ولی به خاطر بدهی‌های زیاد متوجه ایادی بیگانه شده و دامادش که از دست او به سطوح آمده از او خواسته که منزلش را ترک کند. احمد آرامش کشته می‌شود. همونطور که در آغاز گفتم احمد آرامش سال 52 در پارک لاله فرح به خاک و خون غلطید. فردای این ترور روزنامه ها نوشتن به دنبال شناسایی و کشف یک گروه خرابکار کمونیست که به وسیله سید محسن سید باقری شکل گرفته بود نامبرده پس از 3 سال تعقیب و گریز بازداشت شد. محسن سید باقری به ماموران گفته بود که در پارک فرح با شخصی با اسم مستعار قرار ملاقات دارد که هنگام مراجعه ماموران به محل، در حالی که سید محسن سید باقری در محل قرار حاضر شده بود، شخص مورد تماس مراجعه و به دنبال حرکت ماموران برای دستگیری به طرف محسن سید باقری تیراندازی و بعد به سوی ماموران شلیک کرد که در اثر تیراندازی متقابل ماموران مجروح و در راه بیمارستان به علت خونریزی شدید جان سپرد. هویت این شخص در بیمارستان روشن و معلوم شد که احمد آرامش می باشد. اطلاعی پلیس تهران که در بسیاری روزنامه‌های اون موقع حتی لوموند چاپ شد این گونه بود. شخصی به نام سید محسن سید باقری گویا مدت 3 سال مورد تعقیب پلیس بوده
چند روز قبل بالاخره دستگیر شده است. این شخص روز شنبه 20 اکتبر 1973 با احمد آرامش در باغ ملی قرار ملاقات داشته و پلیس او را از زندان بیرون و محل قرارش برده. وقتی احمد آرامش متوجه در تله افتادن خود شد، چندین گلوله به طرف ماموران شلیک کرده و پس از مجروح کردن دوستش، خود او هدف گلوله پلیس واقع شده و به هلاکت رسید. هفت‌تیرکشی رئیس اسبق سازمان برنامه. یک روز پس از اون که احمد آرامش هدف گلوله قرار گرفت، روزنامه‌ها از مرگ دو خرابکار خبر دادند و در روزهای بعد نیز ماجرا را به هفت‌تیرکشی رئیس اسبق سازمان برنامه تقلیل دادند. اما این به اصطلاح اطلاع رسانی درباره مرگ کسی که خود را اولین اعلام کننده جمهوریت در ایران می‌خواند مورد تردید قرار گرفت و روزنامه ایران آزاد در خارج از کشور نوشت: عجبا، فردی که 3 سال تحت تعقیب پلیس و سازمان امنیت بوده، پس از دستگیری به خاطر آورده که با احمد آرامش اون هم در باغ ملی قرار ملاقات دارد. و عجبا که احمد آرامش، رئیس سابق سازمان برنامه، روز روشن در شهر تهران مسلحانه به محل ملاقات آمده و دیوانوار دست به اسلحه برده است. عجبا، عجبا. مسلم این است که احمد آرامش بیگناه و بی‌سلاح فقط به علت مخالفت با رژیم فاسد شاه دستخوش رگبار گلوله‌های ماموران سازمان امنیت واقع شده است. اسلحه او بیان و قلم توانایش بود که اونها را در راه خدمت به مردم و علیه دستگاه فاسد حکومت پهلوی به راه انداخته بود. بعد از ترور آرامش، خانواده وی در یزد از ترس دستگاه های امنیتی طی انتشار اعلامیه‌ای ضمن بیان وفاداری به دستگاه سلطنت از افکار و اقدامات این عضو ناراضی خانواده خود اعلان براءت نمودند. ابوالحسن ابتهاج از پایه‌گذاران برنامه‌ریزی توسعه در ایران در خاطراتش سرنوشت احمد آرامش را که به زعم وی با اتکا به لندن گروه ترقی‌خواهان را بنا نهاد تا بهتر بتواند منافع دولت فخیمه را تأمین کند، این گونه توصیف می‌نماید: اطلاع پیدا کردم که وی در یکی از پارک‌های شهر به طرف پاسبانی تیراندازی کرده و توسط مأمورین انتظامی به قتل رسیده است. با آشنایی که با احوال احمد آرامش داشتم، یقین دارم که او اهل اسلحه و تیراندازی نبود. دکتر محمود عنایت در خاطرات دوره سردبیری خود نوشته است: حدود سال 1339 که من در تهران سردبیر مجله فردوسی بودم، یک رجل معروف سیاسی مقاله کوتاهی به من داد که اون را در مجله به چاپ رساندم. نویسنده از سفری حرف زده بود در مقالهش که زمانی با هواپیما از تهران به آبادان انجام داده بود و اینکه در میانه راه ناگهان هوا طوفانی می شود و هواپیما مثل کشتی بیلنگر به پیچ و تاب می افتند و کج و مج می شود. مسافران خونسردی و اعتدال خود را از دست می دهند و اکثرا حالشون منقلب می شود. نویسنده می گوید: در میان اون قوقا من متوجه شدم مسافری که کنار دستم نشسته به یک مرد انگلیسی میان سال بود با خونسردی تمام مشغول خواندن روزنامه است و اون همه هول و هیجان ذره‌ای بر او اثر نگذاشته است. به او گفتم کاش دیگران هم اعصابشون مثل شما قوی بود. همسفر من لحظه ای از خواندن روزنامه باز ایستاد و گفت: دوست عزیز، چیزی رو که نمیتونی علاج کنی ناچار باید تحمل کنی. غرض نویسنده از ذکر این خاطره اون بود که وضع جامعه ما هم مثل همون هواپیمای طوفان زده است و ناله و ندبه و شیون و شکایت ما در بهبود اون اثری نخواهد داشت. دکتر محمود عنایت یادآور می شود: کسی که این مقاله رو نوشته بود شادروان احمد آرامش بود که نطق تندی هم در مجلس شورای ملی در مورد فساد سیاسی و اداری در مملکت ایراد کرد
و برخلاف توصیه اون همسفر انگلیسی صبر و تحمل از دست بداد و سرانجام نیز جان خود را بر سر راه و روش خیش گذاشت. احمد شاملو با اشاره به وقایع اول انقلاب و تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری و این ادعا که گویا به تحریک عوامل ضد انقلاب صورت گرفته و حضور فلان هنرپیشه و همچنین خواهر شریف امامی دلیل آن است، ضمن مصاحبه‌ای با خبرنگار کیهان اظهار داشت: گفتند خواهر شریف امامی، اما دیگر به روی خود نیاوردند که اون خانم اگر خواهر شریف امامی است همسر احمد آرامش نیز بوده است، یعنی همسر مرد مبارزی که دستگاه مورد حمایت شریف امامی ها از سرسختی او به تنگ آمده بود و به دست عمال سواک در پارک فرح به خون کشیده شد و به قتل رسید. اسدالله رشیدیان، یکی از سه برادری که نام اونها به عنوان جاسوسان انگلیس و عوامل اصلی ایرانی کودتا در بسیاری از نوشته های مربوط به 28 مرداد آمده، به دروغ پخش کرده بود آیت الله کاشانی روز 28 مرداد پول گرفته بود از احمد آرامش تا مردم را بر ضد دکتر مصدق بشوراند. در واقع روزولت این 10,000 دلار را به احمد آرامش داده بود و احمد آرامش این پولها را به آیت الله رساند. در اعترافات بهمن نادری پور تهرانی باجوی سواک اشاره شده که آقای رضا عطارپور، دکتر حسین زاده کمیته مشترک، در جریان کشتن احمد آرامش و سید محسن سید باقری دخالت داشته است، چون در محل ملاقات اونها حاضر شده بود. اینکه چقدر گفته تهرانی واقعی است بر من معلوم نیست. اضافه کنم که قبر احمد آرامش در بهشت صحرای تهران قطعه 7 ردیف 53 شماره 30 واقع شده است.